بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه والفجر وليال عشر صدق الله المولانا العظيم برادرای عزیز خداوند متعال اعمال صالح ما و شما را به درگاهش قبول بکند و پروردگار توفیق را عنایت بکند که بتانیم لحظات بخاطر تقرب به سوی خداوند متعال سلسله اعمال را از خود به الله متعال نشان بدیم که مایه تقرب ما به او تعالی شود و وسیله تکفیر گناهان ما گردد پروردگار ما به خاطر لطفی که به ما و شما دارد گاهی در یک مکان برکت می‌گذارد و هنگامی که شما به او مکان نزدیک شوین و حاضر شوین او مکان وسیله تکفیر گناهانتان می‌گردد و برای شما بیداری نصیب می‌کند فهمتان را در رابطه با قضایا حساس می‌کند مثل که در حرم شریف بروین خواهی نخواهی او سرزمین با برکتی است که رابطیت را با خدا تنظیم می کند تو را به کاستی ها و به غلطی هایی که قبلا انجام دادی ملتفت می گرداند و چشم های بینا را نصیبت می کند گاهی هم در مجالس صالح انسان بشیند او مجالس صالح دیدگاه انسان را در رابطه به قضایا روشن می کند و فکر آخرتی انسان را بلند می برد و گاه هم در زمانه ها خداوند متعال برکت را می گذارد و این زمانه ها ما را بیداری نصیب می کند مانند ماه مبارک رمضان ماهی است که با مجرد آمدنش تغییر را در زندگی خود احساس می کند و در دل ای را می پرورانیم که باید خداوند متعال را از خود راضی بکنیم عینش ما می بینیم که ایام خجسته ای که فعلا ما شما در او قرار داریم ایام با عزتی است با برکتی است و برای یک مسلمان می زیبد که از این ایام برای قبرش و برای زنده شدن بعد از مرگ آمادگی کامل بگیره و این ایام را استقلال بکنه و ازش استفاده بکنه شاید سال آینده این ایام را گیر نکنه بنابراین هر لحظه از این لحظات با برکتی است حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه و ارضاه در حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه ابو داود ترمذی روایت میکنه میفرماید که آن حضرت علیه الصلاه و السلام ارشاد داشت که ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله منه فی هذه الایام العشر
هیچ کسی هیچ عمل صالحی نیست که محبوبتر بوده باشد نزد خداوند متعال به ازی ایام خجسته دهگانهی که فعلا ما شما در آن حاضر قرار داریم. یعنی اعمال را خداوند متعال می پسندد، اعمال صالح را، ولی بهترین عملی که خدا پاداش زیاد می دهد و بودن از او عمل صالح پروردگار ما خوش می شود همانا در زمان از که فعلا ما شما در او قرار داریم. از رسول ما علیه السلام پرسان شد که ولل جهاد یا رسول الله، یعنی جهاد هم این ازی کده که اعمال صالح را خدا دوست دارد، جهاد کده هم؟ پیامبر خدا گفت که بله جهاد هم، و خصوصا او انسانی که با مالش و با جانش به خاطر دفاع از ارزش‌های اسلام عزیز برود و در راه خداوند متعال شهید شود در حالی که از مالش هم چیزی باقی نمانده است. این تعبیر دو چیز به ما می‌دهد. یک تعبیرش این می‌شود که جهاد بزرگترین و شایسته‌ترین وقتش همی وقت است، و تعبیر دیگری این می‌دهد که یک فرائض الهی است که او را خود تو بی از او باید تمسک بکنی، بی از او باید عمل بکنی، و جهاد یکی از فرائض الهی است، باید او را مسلمان داشته باشد. زیرا پیغمبر علیه السلام می‌فرماید کسی که جهاد نمی‌کند و در فکر جهاد نیست مات میتت جاهلیه، و جاهلیت مرده است. یک مسلمان همیشه عسکر است، یک مسلمان همیشه فکر جهاد و فکر دفاع از ارزش‌ها امرایش باید باشد. اگر او نباشد در حقیقت جاهل است و تا هنوز رمزی از دین را نفهمیده است. بنابراین میگه در اینجا غیر از فرائض مراد می‌شود، غیر از فرائض مراد است، یعنی خداوند متعال اعمال صالح یک بنده را که بسیار زیاد دوست دارد که از خود نشان بدهد در ایام دهگانه است که ذی‌الحجه است، یعنی از اول ذی‌الحجه تا دی ذی‌الحجه. این ایام ایام متبرکی است و باید یک مسلمان در فکرش بوده باشد و متوجه به این باید باشد. خب پس مراد از ای اعمال کدام اعمال است؟ اول عملی که ما شما باید او را انجام بدیم و در فکرش باید بوده باشیم اکثار در نوافل است، یعنی به این معنا که ما من حیث یک مسلمان تلاش بکنیم در پهلوی فرائض خود نوافل را در این ایام بیشتر بکنیم و بعد نوافل خود را بلند ببریم. نوافل تبیست که فرض را خود میخوانی، در سنتهات کوشش بکن، در مستحبات کوشش بکن، و انگامی که تو به مسجد آمدی کمک پیش بیا و یک چند رکات نماز را اضافه بخوان. قبلا در راه خداوند متعال کم پول را انفاق میکردی، آلی پولت بیشتر انفاق بکن. قبلا کم در خانه یک مسلمان به خاطر پرسانش میرفتی، آلی زیاد برو. و کم قبلا کم ذکر تلاوت میکردی، آلی ذکر تلاوت بیشتر بکن. قبلا تهجد کم میخوندی، آلی تهجد را بیشتر بخوان. یعنی ما به این شکل در اکثار در نوافل بکنیم، یعنی نوافل خود را و مسائل عبادتی خود را در ده یومی که در اختیار داریم، در چند شبی که در اختیار داریم بیشتر بکنیم. بنان یکی از کارهایی که در ذی‌الحجه باید صورت بگیره زیاد شدن اعمال صالح است. اعمال صالح را مجموعاً باید زیاد بکنیم هر قدر که میتونیم. یعنی در تصمیم اوقات خود قبلا داشتیم نیم پاره قرآن کریم که تلاوت میکنیم، آلی برای به یک پاره بلند ببریم. قبلا شما تهجد را کم میخوانی، آلی بیشترش بکنین. کم قبلا کم پیسه در راه خدا میدانی، این دفعه زیاد بتین تا که این ایام را به شکل خوبتر و زیباترش استقلال شود. امیر قم در ذکر خداوند متعال و در تلاوت قرآن کریم باید قدم اول را داشته باشین، و طبیعی که مراد از ذکری که ما عرض میکنیم ذکری که مطابق به دین بوده باشه، نه به دول سرنه. زیرا دول سرنه و تبله ورمه و ذکر نیست، او در حضور در همچون مجالس گناه هست، ثواب نیست. ثواب ذکری داره که به طریقه رسول ما علیه السلام صورت بگیره. او ذکر است که انسان را به الله متعال نزدیک میکنه و به طریقه رسول الله باشه. سوم چیزی که ما در این ایام باید بیشتر بکنیم گرفتن روزه است. اگرچه به روزه در ایام ذی‌الحجه غیر از روز عرفه کدام دلیل خاصی وجود ندارد، ولی در عمومات داخل است.
یعنی وقتی که اعمال صالحه یکی هم روزه هستن. و چقدر خوب خواهد بود که یک مسلمانی که خصوصا حاجی نیست، در حج نیست، مثل ما شما در اینجا هستن، و یا ضروری است که خوبی است بهترین عمل صالح روزه هستن. اگر روزه را بگیره انشاءالله بهتر خواهد بود. چهارم چیزی که در این ایام یک مسلمان انجامش بدهد همان حج و عمره است. یک حج است که فریضه الهی برگردن ما شماست. هرگاه که یک انسان توانایی رفتن و آمدن را داشته باشد و عیال خود را نان داده بتواند، فرض است که این فریضه الهی را باید ادا بکند. و اگر کسی یک بار این را رفته باشد، بار دوم به اساس کثرت ازدحامی که وجود دارد و از طرف دیگر نوبتی که در بین مسلمان هاست، کوشش بکنه این نوبت را برای دیگر مسلمان ها بسپارد. انشالله ای بهترتر است تا که صدا تو فرضت ادا کرده و تو میفهمی که اگر تو دلست بیایی، در حقیقت آنانی که اصلا نرفته حقی از اونها را میگیری. پس بهتری خواهد بود که حجاج ما اونها حوصله بکنن و خود را به عمره آماده بکنن و حق فریضه خود را به برادر دیگرش بسپاره. انشالله داری خیری است. عمره چیزیست که پیغمبر ما علیه السلام در رابطه به این میفرن که العمره تو الى العمره کفارتون لما بینه ما. از یک عمره با عمره دیگری که تو میری، دمابین هر قدر گناه بوده باشد پروردگار برد میباشد. اگه یک برادر ما به عمره برود و از عمره ای که اول کرده بود تا این عمره، کل گناه ها را الله برش میبخشد. پس تلاش شود که مسلمان ها در این ایام خجسته ذوالحجه تلاش بکنن که به عمره برند. این نتانند در ماه مبارک رمضان بروند. والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه. حج که به خاطر خدا بوده باشد، نه به خاطر سمعت، نه به خاطر ریاکاری، نه به خاطر از اینکه چکر بوده باشد، ثواب از او جز جنت شی دیگری نیست. و پروردگار نصیب ما و شما بکند. و پیغمبر ما علیه السلام میفرماید که هرگاه کسی حج بکنه، بعد از او باز دشنام نزنه، غیبت نکنه، فحش نگوید، رجع که یوم ولدت امه، اتو از بخانش برمیگرد مثل که نو تولد شده باشد. پس حج اق جایگاهی دارد. و آنان برادرایی که ما و شما که رفتن، پروردگار طاعت نصیبش بکنه، حوصله‌مندی نصیبش بکنه و خداوند متعال سعیشان مشکور بکنه، امر الله برشان نصیب بکنه تا با عزت در حال گناهایشان بخشیده شده باشد و کشور مراجعه بکنند. پنجم چیزی که در این ایام خجسته باید برش آمادگی بگیریم و این تعلق به همه ما شما دارد، او اضحیه یا قربانی است. کل ما شما تلاش بکنیم که در راه خداوند متعال به خاطر خوشنودی باری تعالی اضحیه بکنیم، قربانی بکنیم. مسئله قربانی را اگر انشاءالله زنده بودیم در جمعه بعدی فلسفیش و چرایی را می کنیم و عواملش در داستان حضرت ابراهیم خلیل انشاءالله توضیح مفصل خواد دادیم و این ضرورت که انشاءالله در روز تشریح شد، زیرا فعلا وقت ما کم است، نمی تانیم بحث مفصلی داشته باشیم. میخوایم در این مجلس فقط احکامی که در تعلق داره به اضحیه و قربانی او را براتون تشریح بکنه و مسئولیت یک مسلمانی که میخوایم قربانی بکنه او را باید بفهمد. پیغمبر ما علیه السلام انگامی که دستور داد که یک مسلمان باید قربانی بکند، یکی از اصحاب پرسان میکنه که ما هذه الاضاحی یا رسول الله، این قربانی ها چی است؟ پیغمبر خدا فرمود که سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، این روش و طریقه سنت ابراهیم پدر شما حضرت ابراهیم است. بعد صحابی باز پرسان میکنه و ما لنا فیها یا رسول الله، برای ما فاداشش چی است؟ درست است که طریقه ابراهیم است، این روش ابراهیم است، ولی فایدهش برای ما چی است؟ پیغمبر علیه السلام میفرمه که بکل شعرت منها حسنه، هر تار مویش برای تو نیکی است. یعنی اگر تو یک گوسفند را در راه خداوند متعال ذبح میکنی، قربانیش میکنی، هر قدر مویی که دارد، همی گوسفند الله متعال به اندازه هر مویش گناهت میبخشد و به اندازه هر مویش پاداشت بلند میبرد و درجهت بلند میبرد. پس یک مسلمان از خود پرسان بکنه، آیا نمیخوان به 7000 افغانی شما صاحب چنین منزلت و مقام شوین؟ در حالی که من باور بیدارم که یک میمان صرفیه 10000 برای سرش مصرف میکنه.
یا یکان بر بعض حوادث می که اشنا بیشتر ترش میکنن. خدا با آخرت آماده بکنن. آخرت یک یک دشت لا مزروعی است، به واسطه اعمال صالحتان او را غرس بکنن نیالها را. و یکی از نیالهای بسیار بزرگ قوی و خوب و زیبا هم قربانی است. بنان پیغمبر میگه که به کل شعرت منها حسنه، و هر تار موی اضحیه و قربانی پروردگار بر تو پاداش میدهد. الله متعال به ما شما توفیق عنایت بکنه که چنین کار بکنیم. خب وقتی که ثواب چنین است، پس چقدر زیبا خواهد بود که ما نکات را در رابطه به این موضوع داشته باشیم. من باید قربانی بکنم، ولی قربانی که او دیده پا خاطر بند که پروردگار من که ثواب را که ثواب چه ده؟ رسول علیه السلام می روانی که چه به کل شعرت منها حسنه، پا هر وقته دو قربانی بند پروردگار تا ثواب داره. یعنی پا میلیونو میلیونو وقته چه لری، پا هر وقته با لستان گناه بده که میگی، لستان عجره بدر که ده تضعافت چه عقل انسان نقبولی، ولی پروردگار بند سرطه دار که نو دی په خاطر باندې چې موږ کله اضحیه کوو قربانی کوو، نو دا لاندې نکات باید جدی مراعات کړو. اول نقطه خدا ده چې پیغمبر علیه السلام مهرباني کوي، لا تذبحوا الا المسنه، تاسې ذبحه ونه کړئ قربانی ونه کړئ مګر به هغه حیوان چې هغه د خپل عمر تیر کړی اوسیږي. نو د عمر په اړوند باندې علما مهرباني کوي، هغه حدیث د پیغمبر علیه السلام په دې اړوند باندې شته دي. دو وخ چه تو قربانی که او کساو پک شرکی دا وخ با دو 15 کلو نباید سن کم نوزی. که تو دو غایی سرا پیو چشک شرکی گرن و دو غایی عمر دو کلو نباید کم نوزی. او کچی را تو ورای اخلی یا وزه اخلی نداغی عمر با دو یو کل نکم نوزی گرن، مگر دا چه او پوی کسان دو پده بانی گواهی ورکی چه دا غا ورای اگر چه یو کلن نده و ده جسم پا نگاه بانده، ده قوت پا نگاه بانده، ده غاش پا نگاه بانده، ولو که شپگ میشنه دی یا تو میشنه دی خود یو کال سره چه که حکر لگه. یعنی شپگ میشنه لکه دستی لکه یو کلن بکیده چه من وزه یا اندارنگا پسه ده هم قربانی کن. پس تکرار میکنم از زیب که ارگه کسی که خواسته باشه قربانی بکنه، در قربانی شرط امی هسته که قربانی باید سال تا سپری کرده باشد. مراد از سال برای شطوری که 7 نفر در او شریک می شود، او باید از 5 سال کم نباشد. ارگا گو بوده باشد باید 2 سال سپری کرده باشد. ارگا گوسفند بوده باشد باید 1 سال سپری کرده باشد. مگر در باب گوسفند پیغمبر علیه السلام ای تذکر را می دهد، مگر ای که امی گوسفند از نظر جسامت و از نظر گوشت و از نظر کلانی اگرچه 1 ساله نشده است، ولی به اندازه 1 ساله باشد. این را اهل امو کسایی که گوسفندداری کردن باز خوبتر این موضوع را درک میکنند. ارگاه یک مسلمان قصد از این را بکند که ما قربانی میکنم، اگر قربانی را خرید با ما و قبلا قصدش نکرده بود، به طور مثال امروز زوم ذوالحجه است و ما امروز قصد کردم که امروز قربانی میخرم یا قربانی میکنم، پس به خاطر از این پیغمبر علیه السلام در حسب حدیثی که بخاری روایت میکنه ناخونای خود را یک مسلمان نگیرد، اگرچه محرم نیست، به همین شکل سنتای خود را نگیرد اگرچه محرم نیست. صرف تفاوت در بین محرم و در بین کسی که در بیرون است ایست که اگر یک مسلمان اضحیه را گرفت، قربانی را گرفت، بعد از او باز ناخونای خود را گرفت، این نفر که است سرش قربانی دیگری نیست، این نفر حاجی نیست که سرزی باید فدیه دیگری باید بدهد. اگر در حجی کار کرد سرش قربانی دیگر لازم می شود، جزا دارد. صرف در اینجا جزا ندارد و کاری را کرد که خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس برادرانی که خواهران عزیز ما هنگامی که قربانی را خریدن و یا قصد قربانی خریدن را میکنن بعد از دی اول ذوالحجه، اینا حق ندارن که یا موی خود را قطع بکنن و یا ناخن خود را بگیرد. اینها باید آمادگی را به ای داشته باشد. یک موضوع امی است. دوم نکته ای که
هرگاه که قربانی خریده شود، بعد از این قربانی نه فروخته می شود، نه بخشش می شود و نه هم بدل می شود. دیگه نگاهش بکن، قربانی را که گرفتی از خود است. این تعلق گرفت در این موضوعی که شما عنوان کردی و مانند نظر بارست. مگر ای که قربانی که تو گرفتی در خانت آوردی، باز دیدی که این عیب داشت و عیب را پیغمبر علیه السلام چار چیز عمده تعیین میکنه که میتونیم در روشنیش از او بالاتر را ما شما به واسطه عقل تثبیت بکنه. در حدیث امی میگه که عیب چیست؟ وقتی که گوسفند یا گاو یا شتر یا باز، هرچی که به قربانی آماده کردی، این کور بوده باشد. انگامی که کور بوده باشد، یعنی چشمش به چیز زده شده باشد، کور شده باشد، شما نه این قربانی نمی شود. پس وقتی که کور قربانی کرده نمیتونی، او که کور بوده باشد به اساس مرض، او خب به طریق قولا نمی شود. دوم چی که آنچه که شما قربانی میکنید او مریضی بوده باشد، عملا تو میبینی که تخ 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 کده رایسته و از جای خود نمیخیزد، میلرزد. تو این رقم چیز را به نام قربانی تقدیم کرده نمیتونی، باید سالم بوده باشد. و دیگه ای که اتو لاغره نباشد که سر رای خود رفته نداند، تو میبینی مطلق استوان بوده باشد، اگرچه 2 سال داشته باشه، اگرچه 1 سال داشته باشه، اگرچه 5 سال داشته باشه. شل باید نباشه که پای شکسته باشد و یا شل بوده باشه نتونه راه برود، کج و وج بوده باشه. این حیوانات سالم الاعضا را باید به خداوند متعال قربانی بکنه، به خداوند متعال تقدیمش بکنه. زیرا در حدیث رسول علیه السلام این موضوع میگه که امی قربانی هست که در روز قیامت به خدمت شما هست. بنان به سلامت اعضای از اونها باید توجه کامل داشته باشیم. ولی یک نکته است، هرگاه قربانی را گرفتین جور تیار بود، قربانی را گرفتین جور تیار بود، بعد از او که در خانت آوردی پای شکست و ایتو پای شکستی که دیگه تا روز که قربانیش میگین دیگه جور نمی شود یا کور شد. در اینجا 2 موضوع است. اگر این کور شدنش و لنگ شدنش این به اساس بیتفاوتی خودت باشد، تو برش متوجه نشده باشی، این را خوب نگاه نکرده باشی و به اساس غلطی خودت چون این مرض پیدا کرد، این را خوب نگاه میکنی، دیگر هم باید بخری بری بشی. و اگر تو در این قصد نداشتی، از تو کدام بیتفاوتی صورت نگرفته ولی غلطی آمد، با تعلق به خودت داره. اگر ایرا قربانی بونی کاملا جواز داره و اگر در پهلوی از دیگر را میخری و تو توانمندی مالی داشته باشی بهتر تر خواهد. به این شکلش اگر ما قربانی گرفتیم و این قربانی اول دفعیم بود، به اساس ازی که پیغمبر علیه السلام گفت که به کل شعرات منها حسنه، هر تار مویش برای تو نیکیست، در حالی که سرما فرض نبود، سرما واجب نبود، خب من رفتم قربانی گرفتم، این قربانی را که گرفتم باز پیشم گم شد، پالیدمش پیدا نشد، چون ما سر خود نظر کرده بودم باید دیگر را پیدا بکنم بخرم. بعد از او که دیگر پیدا شد او را هم باید قربانی کنم. دیگر را گرفتم پسان دیدم که گم شده و او هم پیدا شد، هر دویش قربانی میکنم. و اگر سرمه لازم شده بود، واجب بود سرمه، از پیشم گم شد، بعد از او باز او دیگه هم پیدا شد، یا آخرینش که ذبح بکنی و دوم سر تو نیست، و دومش سر خودت نیست. مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروش محصولات پیمان فیلم. دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبیدالله متوکل، که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما، انتشارات سید جمال الدین افغانی، کارت 4، عروج کامپیوتر پلازا، منزل تختانی، دکان شماره 4 به دست بیاورید.
به این شکلش هرگاه ما قربانی کرده ما گوشت قربانی را فروخته نمیدانیم بلکه گوشت قربانی را به 3 بخش تقسیم میکنیم یک بخشش را خود ما و اولادای ما میخوریم یک بخش دیگهش برای خویشاوندا و دوستای خود رای میکنیم یک بخش دیگهش مستحب است که برای مردمای فقیر و مستضعف داده شود ولی فقیری که به اساس کثرت دوستی که مسلمان ها با او داشتند زیاد گوشت را پیدا کرد زیاد پیدا کرد و او توانایی نگهداری از این گوشت را هم نداشت میتونه که بفروشه با او حرام نیست فقیری که دیگرا با او گوشت رای بکنه و گوشت زیاد شود چون مال شخصی خودش است میتونه بفروشه میتونه با کسی دیگری بخشش بده میتونه از او خیرات بده هر کاری سرش کرده میتونه مسئله پنجم ای که قربانی برای کسایی است که زنده هستند یعنی قربانی سر کی لازم می شود؟ سر زنده لازم می شود نه سر مرده سر مرده قربانی نیست ولی هرگاه یک کسی که وفات می کند و او وصیت بکنه از مالش بعد ورثه مکلفیت داره که قربانی برش بکنه اگر وصیت نکرده باشد سر ورثه قربانی کردن نیست ولی ما می تانیم که هرگاه قربانی بکنیم نیت خود را صحیح بکنیم تلاش بکنیم که پروردگار از ما عمل صالح را بپذیرد ولی میتونیم شرکت بتیم خانواده خود را کسایی که وفات کرده پروردگار ثواب از قربانی را برای خانواده ثواب از قربانی را برای مسلمان ها ثواب از قربانی را برای کسایی که وفات کردن پروردگار را برشان برسان کاملا صحیح ولا بأس به رسول علیه السلام چون این کار کرده است ولی قربانی خود از خودت است ثواب زیر میتونیم به کسای دیگری هم بسپاریم هرگاه اگر خواسته باشیم قربانی را میخریم تلاش بکنیم چند نکته استحبابی است او را هم اگر در نظر بگیریم بهتر خواهد بود تلاش بکنیم که قربانی را میگیریم اگر رنگ سفید داشته باشه بهترتر است یک اصلش زیرا رسول علیه السلام قربانی را با گوسفندای سفید کرده است اگر گوسفندایتان شاخ داشته باشد او را خریداری بکنه برای قربانی ای بهترتر از زیرا رسول ما علیه السلام چون این حیوان را ذبح کرده است از طرف دیگر پاکی و زیبایی این حیوان را در نظر بگیرین که پاک بوده باشه خوب بوده باشه این هم نکتر است مسئله دیگر ایست که انگامی که ما قربانی میکنیم یک رواج ما امی است که باز برای قصاب همین پوستش میدیم یا دست و پایش برش میدیم و یا گوشت را برش میدیم عزیزا شما اول تلاش بکنن که از رسول ما علیه السلام اسوه بگیرین خودتان قربانی را به دست خود بکنین زیرا پیغمبر علیه السلام خودش کرده است بنای خود مشکلی نیست که یک کار را تکش بکنین این بهترتر است و نیکوتر است خودتان قربانی بکنین این بهتر است اگر نتانستی و نمیتونی باز قصاب میاری باز برای قصاب جدا پیسه بکن برای قصاب بود که ببین نه بر تو پوستش میتون نه بر تو دست پایش میتون نه گوشتش بر میتون تو در مقابل اینی زبید به طور مثال 500 روپیه بگی در مقابل امی زبید اینه 1000 روپیه بگی خود دیگه از پیشم چیزی رو نخواهی مگر ای که قصاب از جمله فقرا باشد از جمله بینوایا باشد تو برای قصاب نه به عنوان ازی که برای قصابی کرده است بلکه به خاطر که غریب از چیزی را برش میتی به این جواز داره یعنی در بدل اجریش این کار را نمی کنی پس این هم دقیق شن با قصاب ها همین معامله را بکنه پول نقد برش بتین نه پوست برش بتین نه جگه چیز را پوست کس مال شخصی خودت است پوست مال شخصی خودت است گوشت دیگر تو فروخته نمیتونی ولی پوستش فروخته میتونی پوستش میتونی آش برش بدی هم سرش بشین هر کاری که میخوای سرش بکنی در این گناهی برم نیست و اگر پوست را صدقه بدی آبه و افضل انشالله بهتر است و نیکوست که پوستان در رای خداوند متعال خیرات بده در مسئول تکرار کم کلا چی ما قربانی واخسته ده نیت خوب مجوری انشالله تلاش بگو که کوشش بگو که چه خواه سالم الاعضا شای واخلی سرگی جوری پکی جوری چاقی پاکی
سپینه یخکر ولری دا با اساسی و دی پسنگی که چه تا باز حیوانات تا سینه چه غاگ دست پریشوی نیم منز که شخ شوی دا سید اگه تا آقا قربانی که تا سی باز حیوانات اینه چه داغشوی دی آقا که اولش قربانی که آقا دا مشکل نشته دی یا باز حیوانات دا غاگون نیم پری دیزی ولی دیر اشتاد کمیش نشته دی دا فرق نکی تا چه اولش پری بان قربانی وکی هر چیش دا بده زگوری که زیاد خرابی پکی بیا بینه کاری او بجرد کم خرابی پکی لی را بأس بیه انشاءالله او قصاب تا با نه پوسته که وار کوای نه به سر و پیه وار کوای او نه به هم غاک که وار کوای مگر دا چه قصاب که غریبی فقیری نو تاسی که اولش قصاب دا فقر پا اساس بانی غاک که وار که دا فقر پا اساس بانی آقا تا سر و پیه وار که دا فقر پا اساس بانی پوسته که وار تا با بخیر دا به دوتا کاری دا فقر پا اساس بانی دا اجرت پا اساس بانی نه موضوع دیگر ایست که در روز عرفه چند چیزایی هست که ما شما با او جدی باشیم و متفجه برش باشیم. اول ای که روز عرفه روز که خداوند متعال دین ما را در او تکمیل کرده است. بنان رسول ما علیه السلام می فرماید که صیام یوم عرفه روزه روز عرفه یک سال گناه قبلی را برات می بخشد و یک سال گناه بعدی را. سبحان الله، روزه روز عرفه یک سال گناه گذشته را برات معاف میکنه الله متعال و یک سال گناه بعدی را برات معاف میکنه. و چقدر زیبا خواهد بود که ما شما نیت بکنیم و این امیالی برش آماده شویم که انشاءالله ما شما روز عرفه را روزه میگیریم. این گرفتن روز روزه عرفه برای ما شما است، برای حجاج بیت الله نیست، زیرا پیغمبر علیه السلام در اوجا نگرفته است. نکته دیگری که در روز عرفه ما شما ملتفت به او بوده باشیم او تشریق است، یعنی تکبیرات تشریق باید بگویم که از صبح روز عرفه شروع می شود تا روز دیگر روز چهارم عید، مجموعاً پنج روز می شود و این تکبیرات را باید به جهر بگویم. یک الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. علمی تکبیرات را بلند میگویم زیرا رسول علیه السلام ای را بلند گفته است. دوم نکته را متوجه باشین که این تکبیرات را سر از صبح روز عرفه شروع میکنیم، یعنی نماز صبح که خواندیم و امام که گفت السلام علیکم و رحمت الله متصلشی میگوین الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. در ایام دیگری ما چی میکردیم؟ السلام علیکم و رحمت الله میگفتیم الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اي اذكار است كي در نمازهای عادی که امام سلام دور میدهد مسلمان ها باید را بگوید از او بعد تسبیحات بعد انگشت است. ولی در عرفه چی میکنیم؟ با مجرد که امام سلام دور داد اولین کلمه ای که ما میگه امی خواد بود بلند میگیم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ایره یک دفعه میگیم بلند، یعنی سه بار که ما شما رواج داریم سر ما نیست، یک بار گفتن است و بلند گفتن است. اگر سه بار شما میگم و یک بارش بلند بگین دیگهش با آواز تانا پخش بکنیم و در این مشکلی نیست. این تکبیرات را ما میگویم ولی در نمازهای جماعت است، یعنی تکبیرات تشریق وجوبش در نمازهای جماعت است. اگر کسی در جماعت حاضر نمیشود اگر تکبیرات را میگه خوب است، ولی ثوابی که برش است از این ثوابش نیست. یعنی برای کسی است که تعلق همیشه به جماعت باید داشته باشه. از این خاطر تلاش بکنه عزیزم که در این ایام خجسته و خصوصا در ایام تشریق جماعت را از دست ندین.
وی ضروری است که ام در روز عرفه که شروع می شد ام در ایام بعدی عید شما نمازهایتان را با جماعت ادا بکنید و این تکبیرات تشریق که یک ثواب بسیار بلندی را خداوند متعال نصیبتان می کنه فراموش است بهشتان نشود. عین شکلش در ایام خجسته را که ما خلاص کرد روز خجسته عرفه را که خلاص کردیم و افطار کردیم دهی باز متوجه بوده باشین بهترین دعایی که الله قبول میکنه در وقت است که روزدار پیش روی خود افطار را بیاره. وقتی که افطارت را پیش رویت گذاشتی اولین دعا را که میکنی در حق مسلمان ها بکن، پروردگار در افغانستان امن برقرار بگردان، این ذلتی که ملت مسلمان افغانستان با او گرفتار است و در تحت یوغ استعمار قرار در پروردگار خلاصش بود، این را دعا برش بکنیم. خدا در کشور ما حکومت اسلامی را برقرار بکن، پروردگار خون شهدای ما را مسئول بکن، این دعا بکنیم و این چیزی است که برگردن شما هست و حد اقل خود دعا بکنیم اگر کار دیگری نمیتونیم. بعد وقتی که صبح میشود یعنی روز عید در تکبیرات تشریق حاضر شدین، لباس را باید بپوشین، عطر را باید استعمال بکنین، خوب لباستان را بگیرین، زیرا رسول ما علیه السلام چون این کار را کرده است. بعد از او که به طرف مسجد میرین در راه تکبیرات تشریق را بلند بگوین، یعنی در راه که روان هستی قصه نکن، در راه که روان هستی می تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، این کلمات را بلند که خود زمزمه کرده برو به طرف مسجد داخل شد. با مجرد که در مسجد داخل شد دیگه تکبیرات تشریق بند است، بعد از باید نمیتونه بکن، ولی تا وقتی که به مسجد میرسی این کلمه را باید تکرار بکن. در مسجد که رسیدی در روز عید نمازهای نافله ای نیست، اینکه تو حاضر شدی در جماعت بعد از او باز دو رکعت نماز را بخون یا چیز دیگر بکن، فقط انتظار نماز جماعت را بکش، این دیگر موضوعی است که باید بری ملتفت شده. وقتی که در مسجد آمدی در ذهنت بسپار به حسب حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکنه که از حضرت جابر رضی الله عنه که پیغمبر علیه السلام به نماز عید از یک را میامد ولی انگامی که بر میگشت به خانش رای خود را عوض میکرد، ای هم یک سنت رسول ما علیه السلام است. و شما ایرم فکر بکنین از رایی که به مسجد آمدی کوشش بکن به خانت از رای دیگری بیایی. به طور مثال یک نفر است خانش به او طرف هست، یک دفعه از این رای طرف و دیگه طرف که میبره از این را باید برم عقب بکنه، عوض بکنه را تا به این حدیث رسول ما علیه السلام عمل شود. و انگامی که به طرف نماز میایین تلاش بکنین که در اینجا اما از کار را همیشه داشته باشین و متوجه برش بوده باشین. پیغمبر ما علیه السلام شی دیگری که به ما نشان داده است که داشتن روزه است. حدیثی از رسول علیه السلام دارین که پیغمبر علیه السلام در ایام عید سعید فطر قبل از اینکه به نمازگاه برود چیزی را میخورد و در عید سعید اضحا انگامی که از نماز بر میگشت بعد از او با چیزی را میخورد. این یک تعدادی از علما که روزه نیست، ولی روزه اگه نیست به معنای روزه داخلش بکنه. درست است که روزه را ما تعریف میکنیم که از صبح صادق تا به غروب آفتاب، در اینجا این رقم نیست که تا به غروب آفتاب بوده باشه، ولی سنت رسول ما علیه السلام شیوه پیغمبر ما علیه السلام امی بود که کوشش میکرد که به گوشت خودی امی افطار بکنه. کسایی که خداوند متعال توفیق برش داده قربانی میکند و مبارکا اول یک کمک حوصله بکنن تا از این گوشت که از یک چیز کباب بکنه و این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را مراعات بکنن. و اگر کس قربانی ندارد بنان وقتی که بس بر از نماز که خلاص شد بعد از یک چیز را بخوره و تناول بکنه و چای صبح خود را استفاده بکنه. این هم طریقی رسول ما علیه السلام است. موضوع دیگری که جدی است و در او ملتفت بوده باشه، نمازتان را خدا قبول نمی کنه و بر یک بلس بالا نمی رود، طاعت و عبادتتان را الله قبول نمی کنه اگر شما کینه داشته باشین در مقابل مسلمان. شما با مدخانی مسلمان نمی ری بگه بسیار بی‌معنای روابطت را قطع کرد، بناهن از پیش از پیش از اینکه عید بیاید یک بار خانش برو
تا پروردگار در این ایام خجسته بزرگ و با معنویت ذی‌الحجه نصیبت بکنه، عبادت را و قرب خدا نصیبت بکنه. پشت از این نکردن یعنی جاهلانه اعمال نکنین که فلانه خانه من را او چو تو مده خانش برو. نه، تو خود جنت میخوایی، تو خود رضای خدا را میخوایی، تو خود تواضع و انکسار را به خاطر خدا کردی، نه به خاطر شخص. بنان وقتی که میخوای خدا را راضی بکنی، پس الله متعال وقت خوش میشه که تو کل خواسته های شهوانی و شیطانی را زیر پای بگذاری. بنان مسلمانای عزیز این دقیق بوده باشین و به خاطر خداوند متعال تلاش بکنین که همین روابطتان را در میانتان حفظ بکنین، با گپای خرد و ریزه روابطتان را با مسلمان ها قطع نکنید. مرگ و زندگی عزیزم چیزیست که نه در اختیار تو است و نه در اختیار ما. هیچ کدام ما شما همین خبر نداشتین که من چه وقت پیدا میشم، در کدام خانه پیدا میشم و با کدام حالت پیدا میشم. این پیش ما نبود. پروردگار زمان دنیا آمدن ما را تعیین کرده، خانه که در اوجا تولد شد او را خدا تعیین کرده، مملکتی که در او ادامه شد او را خدا تعیین کرده است. عین شکلش عزیزا رفتن از این دنیا هم پیش الله متعال است. هیچ کدام ما نمیموریم مگر اینکه مردن با خدا تعیین کرده است و این یک پدیده دوامداری است. ارگاه در خانه ما کسی وفات میکنه، ما 30 روز حق داریم سوگواری بکنیم. از 30 روز به بالا سوگواری نیست، از 30 روز به بالا غم و غصه نیست، دیگه تسلیم شو به حکم خداوند متعال. خانم رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر ما شما، انگامی که حضرت معاویه رضی الله عنه که پدرش بود وفات کرد، برای مزدورش گفت که یک چیزی را بیار که من چشمه خود سیاه بکنم، با وصفه که به آرایش ضرورت ندارم، ولی پیغمبر علیه السلام دستور داده است که برای یک مسلمان زیبنده نیست که از 3 روز زیاد سوگواری بکند. مسلمان از 3 روز سوگواری زیاد نمی کنه، مگر زن که شوهرش وفات میکنه 4 ماه و 10 روز باید سوگواری کنه. غیر از امی دیگه هر کسی که از نزدیکای شما، از پدر، برادر، خواهر، شوهر، خواهرزاده، برادرزاده، فرزند وفات میکند، سوگواری ما 30 روز است. از 30 روز زیاد سوگواری وجود ندارد. نه سالگرهی دارید دین است، نه چلی دارید دین است، نه فلانیش است که مفت چیزا رقم برای خود میخریم. این خلاف طریقی رسول ما علیه السلام است و این کار نباید یک مسلمان بکنه. بله خیرات است، همیشه بکنه. با خیرات زمان تعیین نیست، هر لحظه میتونی بکن. این تعلق نه به چلی بکن، نه به جمعگی، نه به سال. تو مکلفیت داری من حیث یک فرزند صالح همیشه به پدر و مادرت خیر را بفرستی، همیشه در فکرش باید بوده باشی، ولی تعینش نکو، کارا نکو که خلاف طریقی رسول ما علیه السلام است. پس عزیزم وقتی که چنین است، یک کسی از دوستان وفات کرده، قرائی کرده باز می رود در سر دسترخانشون، هیچ چیز هم درک نداره، یک چیز را قند خشتی جمع کرده نمو جا می مانه. ما به یه ایران مانه که در قند خشتی چی برکت است؟ این را از کجا پیدا کرده؟ به این چه حکمت را؟ چاکلیت هم باز نمیشه، دیگه چیز هم کلی که پشت همی قند خشتی می دوه و متصفید سفید در هر جای گذاشته است. اگر شیرینی نخوری خود دیگه می اشتی رسی، این چاکلیت چی فرق میکنه؟ این یک چیز یک خرافی است، به خلاف طریقی رسول الله است. این در حقیقت دلیل بریسته که تو مخالفت با حکم پیغمبر میکنی، تو مخالفت با شریعت الله میکنی. پس هر کس که وفا اگر 3 روز تیر شد، پس بهترین آمادگی برای عید، جشن عیدت بگی و دیگرها را استقبال بکو به عنوان کسی که به زیارتت به خاطر عید میاد، نه به خاطر فاتحه. و مسلمان ها ایران فکر بکنین که شما حق ندارین که در خانه مسلمان به خاطر فاتحه برید، و اگر این کار میکنی در حقیقت پیغمبر را خفه کردی، در حقیقت رسول الله را خفه کردی، طریقی پیغمبر را زیر پایت گذاشتی. این کار نکنین. عید این روز خوشی ما و شماست. پیغمبر علیه السلام صریح در حدیث میفرمه که ایام عید ایام جشن ماست، ایام خوشی ماست. وقتی که ایام خوشی را تو میخیزی به غم تبدیلش میکنی، چه رقم مسلمان است؟ و نه ما باید من حیث یک مرددار توقع بکنم و نه مسلمان ها به حیث مسلمان پیش ما باید ایش بیاید با فاتحه بیاید. این کار خلاف طریقی رسول الله است و به این نیت نجای برین و نه کسایی که از نکاحشان وفات کرده است
به این شکل از مردم استقبال بکنه. خداوند متعال توفیق مزید عبادت را به ما شما نصیب بکند و الله عظیم به ما این توفیق عنایت بکنه که بتانیم در راه خداوند متعال قربانی بکنیم. حالا آمدیم که قربانی سر کی است؟ کی میتونه قربانی بکنه؟ این قاعده ای که در عید فطر بود در اینجا تطبیق میشد. در عید فطر قاعده ای بود که یکی واجب است. سر کی واجب است؟ کسی که زکات میدهد. آنانی که در راه خدا زکات میدن او مسلمان ها مکلفیت دار قربانی هم بکنند. شعرت منها حسنه، به هر تار موی از این حیوان برای شما چی هست؟ پاداشن است. از این خاطر استفاده کنید. و آخری گفتم این که او برادرهایی که در شطور و یا هم در گاو با برادرهای دیگر شرکت می کند، شریک می شود، یکمک متوجه بوده باشند که شریکایتان مردم های صالح بوده باشه، مردم های نیکوکار باشه، مردم های باشه که به خاطر خدا قربانی می کند. این مردم های غش و مردم هایی که از ریاکار و از این مردم از شرکاتشان تیر شوند، این بهتر است، این نیکوتر است. ولی انگامی که شریک شده نیتتان را درست بکنید، صحیح نیت داشته باشید و در تقسیمش خدا نخواسته نشوه که یک به دیگه کلام را استعمال بکنید که باداشتون از دست میتین، نشوه که در دل چیزی بگره ولی فلانه بسیار زیاد خوبش گرفت بر من خراب شد. پس در این قسمت دقیق شوید. همین قرآن بهترین چیزیست. گوشت را همین رقم به هفت قسم تقسیم بکنه، بعد از یک تفلک بیارین که اما تو سر چیز را بگذارد و در میانتان با وصفی که هیچ چیز در دلتان نباشه یک دیگر را ببخشین و به محسی که بر سپرده شد با او شکر بکشین و با خوشی امی پروسه را تا آخر دنبال بکنید. خداوند متعال توفیق مزید عبادت را نصیب بکنه. سبحانك اللهم و بحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب اليك. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. أنت حبيبي ومالكي، حبك في قلبي يزيد. أنت حبيبي ومالكي، حبك في قلبي يزيد. يا من يسرني قربك.